دوستان عزیز سلام، امروز دوشنبه 29 فروردین ماه و اولین روزی هستش که دامنه به مثبت و منفی 6% تغییر داده شد و همین ابتدای کاری هم یک فاز مثبتی گویا به بورس رسید و 1.8% شاخص کل و 1.7% شاخص کل هموزن امروز رشد داشتن که به نوعی میشه گفتش حالا میتونیم امیدوار باشیم که مجدداً شاخص کل حرکت خودش رو بعد از انجام یک اصلاح زمانی حدوداً 10 روزه که از بعد از تعطیلات نوروز شروع شده بود تا امروز پشت سر گذاشت و در حال حرکتش رو انجام بده تا انشاءالله بتونه الگوی پرچم خودش رو واقعا تکمیل بکنه. بقیه اندیکاتورها هم واکنش خوبی داشتن، همونجور که مشاهده میکنین امروز مجددن مومنتوم به سمت بالا برگشت. آرون رو میبینید که همین اتفاق براش افتاد، نارنجی بالا رفت و از طرفی مکدی هم دقیقا همون حالتی که دیروز صحبتش کردیم الان میتونه برگرده به سمت بالا و این بیفته بالای خط رو تجربه کرد. البته خب هنوز این میله کوتاه هستش و باید منتظر باشیم که هر روز میله ها بزرگتر بشه و این هم بتونه به سمت بالا حرکت کنه. قطعا اگه بخواد الگوی پرچم بزنه باید از این محدوده‌ای که قبلا اینجا بوده هم حتی یه مقداری بالاتر بره، یعنی تا اینجاها رو میتونیم متصور باشیم که انشالله مکدی بتونه حرکت صعودی خودش را داشته باشه. در ارتباط با شاخص کل هموز هم امروز وضعیت خوبی را مشاهده کردیم، به نحوی که حالا میتونیم بگیم که شاخص کل هموز هم موفق داره میشه که اون مقاومت ها رو پشت سر بگذاره. امروز اولین روزی هستش که حالا میشه گفتش از مقاومت به صورت کامل و با قدرت عبور کرده، یعنی مقاومت رو الان پشت سر گذاشته و خب میتونیم براش مقاومت بعدی رو الان اینجا در نظر بگیریم. بذارید یه خطی بکشیم برای مقاومت بعدی که قبلا یه گیر کوچولویی دوره به این مقاومت داشته و برگشته. البته خب حالا خیلی مقاومت قوی نیستش به خاطر اینکه ببینید دفعه قبلی در حال اوضاع کلی بورس به حالت نزولی تغییر یافته بود، یعنی ببینید این شهریور ماه هستش اومد اینجا به حمایت ابر کومو گیر کرد اومد بالاتر و چون اوضاع کلی بورس روند نزولی بود دیگه نتونست اینجا این مقاومت رو رد کنه، اومد پایین و الان این مقاومت اینجا ساخته شده. ولی خب اگر الان حالت کلی بورس صعودی باشه به نظر من این مقاومت رو هم میتونه رد بکنه، یعنی مقاومت خیلی سرسخت و جونداری نیستش، ولی این یکی این مقاومتی که بالاتر هستش این مقاومت سرسخت و جونداری هستش. حالا بس ببینیم واقعا اوضاع بورس تا این ماه به چه صورتی پیش خواهد رفت، منظورم اردیبهشت ماه هستش و حالا تو ویدیوی قبلی که در ارتباط با فولاد بودم صحبت کردم بحث قطعی برق مجددا بزرگترین چالش بورس خواهد بود در تابستان امسال، با توجه به اینکه الان زمزمه هاش هم میاد که یه مقداری انگار زودتر میخوان امسال برق را قطع کنن، یعنی از اوایل خرداد قراره برق قطع بشه. البته حالا در حد شایعه هستش و نمیدونم تا چه حدی صحت داره، ولی خب تاثیرگذار میتونه باشه مجددا رو بسیاری از نمادها، از جمله نمادهای مانند سیمانی ها، فولادی ها، اونایی که با برق خیلی سر و کار داشتن و پارسال مشکلات را باز داشتیم، شاید امسال دوباره این اتفاقات براشون بیفته. خب از نظر اندیکاتوری هم میبینید که هم RSI مومنتوم آروم برای شاخص کل هموزن وضعیت خوبی را دارن دنبال میکن. خب الگو ساعتی های امروز افرا و که بهمن، اعتلا، سدشت، عرض کنم که دجابه، داوه، قناب، تکنو، زماهان و زشریف بودن. امروز پارسان بیشترین ورود پول حقیقی را در بورس تجربه کرد. پتروشیمی ها در صدر قرار گرفتن برای چندمین روز متوالی و خب از زمانی که یه جورایی انرژی روسیه در جهان تحریم شده و
در حال جنگ اوکراین شدت پیدا کرده، میبینیم که پتروشیمی ها با توجه به افزایش تقاضای جهانی دارن روند خیلی خوبی را طی میکنن. امروز شستا و چند رشته ها هم یه جورایی خوب بودند و بعد از اون سرمایه گذاری ها هم برای حقیقی ها جذابیت داشتن، به نحوی که میبینید پارسان، شبتیز، شجم، شکام، شخارت، شستا و بانک و صندوق و مهان و توسا و همچنین خودروی ها مانند خساپا و بقیهشون هم حالا اینجا توی شکل نشوننده ولی هستن مورد توجه حقیقی ها گرفتن. پول حقیقی باز بیشتر از پول حقوقی بود. این نکته خیلی خوبیه بچه ها. امسال یعنی با شروع سال جدید فکر میکنم روزهایی که پول حقیقی بیشتر از حقوقی وارد شده الان داره بیشتر میشه و شاید از تعدادی تعداد روزها که حقیقی ها پول آوردن بیشتر از حقوقی ها الان خیلی زیادتر شده و این میتونه نکته جالبی باشه. 451 به 351 بودن امروز. حقوقی ها سراغ حمل و نقلی ها، بیمه ها، فرآورده های نفتی و اطلاعات و ارتباطات امروز رفتند و شاخص کل را هم اینجا میبینید که 152 نماد مثبت، 152 نماد بیش از 3% مثبت بودن در برابر 42 نمادی که بیش از 3% منفی بودن که باز از نظر آماری آمار خوبه و بهترین قسمت آمار امروز اینجاست. معاملات خرد از کانال 4000 یک باره به کانال 6680 میلیارد رسید، این 2000 تقریبا به ارزش معاملات امروز افزوده شد که خب مبلغ قابل توجهی هستش و تمام نمادهای شاخص ساز در بورس و فرابورس امروز تاثیر مثبت در شاخص کل داشتن و نقشه را هم که میبینید از دور سبز هستش و خب خیلی از این نظر فکر میکنم که روز خوبی را پشت سر گذاشتیم. این هم صفحه خریدی های امروز ما هستن که تقریبا میشه گفتش که حدود 90-86 نماد حالا بگی در صفحه خرید بودن. در آستانه صفحه خریدم 14 تا، یعنی بیش از 100 تا امروز در صفحه خرید آستانه صفحه خریدمون بود، در حالی که صفحه فروشی هامون امروز خیلی کمتر بودن. میبینید که بودن 12 نماد در صفحه فروش و فکر کنم 4-5 تایی هم در آستانه صفحه فروش داشتیم، بله 5 نماد و اینا زیر 20 تا که خب تقریبا 5 برابر صفحه فروشی ها امروز صفحه خریدی هستش. صفحه فروشی ها به 20 تا تقلیل پیدا کردن، یعنی از این 40 نمادی که الان اینجا اسپوردی بودن 20 تاشون صفحه فروش بودن و 20 تای دیگه در نوسان بین منفی 3 تا منفی 6 قرار گرفته بودن که خب از نظر آماری فعلا آمار خوب هستش و تقریبا چون ارزش معاملات اومده بالاتر از بقیه روزها هم بهتره. خب احتمال بازدگری برای تغییر دامنه نوسان در ماهای آینده وجود داره، در حال صحبتی که امروز انجام شده گفتن که آقا حالا بیاییم بررسی کنیم بعد از 3 ماه ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته و این آیا این افزایش دامنه میتونه کمک بکنه به این قضیه، چون تجربه اون کاهش دامنه را هم به نوعی داشتیم و در حال تأثیر منفی گذاشتش. حالا میخوام ببینن که چه اتفاقی میفته. از طرفی برخی هم اعتقاد دارن که افزایش دامنه میتواند سبب تخریب سرمایه ها بشود. خب میبینید که مدیر نظارت بر بورس گفته که همونطور که میتونه افزایش نقش شوندگی را داشته باشه، در صورت غفلت نظارت میتواند سبب تخریب سرمایه ها بشه. شاید بیشتر داره به این قضیه اشاره میکنه که خب اگر که حقوقی ها شیطنت های زیادی بکنند بعدن یک باره بتونن صفحه فروش هایی درست بکنن که فرض کنید به جای مثلا منفی 5% منفی 10% شده باشه و خب حالا که منفی 6ه ولی مثلا تا 3-4 ماه دیگه هر ماه 1% بخواد اضافه بکنن، مثلا یه یک روزه 10% منفی بخوره یه نماد، در حالی که حقش نیست منفی بخوره و شیطنت حقوقی ها باعث همچین قضیه بشه. یعنی بیان صف فروش بسازن، مردم هم بیان همه رو مثلا یه روز دو روز پشت سر هم صف فروش 2-10%-20% قیمت بیاد بالا بیاد پایین و بعدن مثلا بیفته دست حقوقی ها بیاد بالاتر. یعنی منظورش بیشتر یه همچین قضیه هستش و امیدواری واقعا
یه انتظارات درست برآورده بشه و این اتفاقات نیفته. خب امروز میبینید که از ساعت 9:30 صبح باز ارزش صفحه فروش به خرید چقدر کم هستش، 643 برای خرید در برابر 21 برای فروش، و واقعا مجدداً میشه گفتش یاد روزهای خوب بورس داریم میفتیم و امیدواریم که این همچین قضیه‌ای انشاءالله برای بورس ما ادامه دار باشه. خب بیت کوین هم در این لحظه 38979 دلار هستش و دیروز و امروز حالت کاهشی داشته، کندل ها قرمز هستند همونجوری که مشاهده میکنید و به سطح حمایتی قوی خودش داره نزدیک میشه که خب تقریبا 37000 دلار هستش. البته اگر یه همچین سایه‌ای بزنه میتونه متراصد باشن دوستان که اگر مجدد به 34500 دلار رسید میتونه جذابیت برای خرید ایجاد بشه، چون دو مرتبه تا حالا وقتی اومده به این قیمت حمایتی 37000 دلاری رسیده، اینجا و اینجا میبینید که اون سایه وجود داره و یه لحظه اومده پایین تا 34500 دلار برگشته بالا، که خب الان میتونید مراقب باشید و یا حتی روی این قیمت ها بتونید سفارش های خودتون مثلا روی 35000 دلار بگذارید که احتمال سایه زدنه وجود داشت، اگه وجود داشت بعدا بتونید خرید را انجام بدید. از نظر ریالی هم میبینید که الانه خب در واقع فکر کنم 100 میلیون نسبت به روزهای قبل اومده پایین تر، 1 میلیارد و 100 مثلا نزدیک 1 میلیارد و 200 میلیون بود، الانه نزدیک 1 میلیارد و 100 میلیون هستش. اتریوم هم از 85 میلیون به 82 میلیون رسیده و بقیه ارزها رو هم میبینید که به تبع بیت کوین منفی خوردن. اینجا اما مشکلی که وجود داره اینه که بیت کوین هر اتفاقی براش بیفته کل بازار رو میتونه تحت شعاع قرار بده. یعنی حالا در بورس مشکلی که داریم اینه که حقوقی ها و دولتی ها و خبر میامیدند و یهو یه خبر کل بورس رو تحت شعاع قرار میده، اینجا بیت کوین کل بازار رو تحت شعاع قرار میده. ولی خب در حال این دیگه قوانین معامله در بازارها هستش که باید بپذیریم. در بورس ما اون قوانین باید بپذیریم، اینجا هم این قوانین باید بپذیریم. حالا برخلاف بورس که امروز مثبت بود، میبینیم که ارزهای دیجیتال دارن سیر منفی و نزولی طی میکنن. اگر که بورس بره بالا و اینا بیان پایین خوبه، بعدا در یه جایی ما بتونیم بورس رو تبدیل به اینها بکنیم و بعدا برعکس بشه، یعنی این بره بالا اون بیاد پایین. حالا باید ببینیم که واقعا یه همچین سیر رو میتونیم توقع داشته باشیم از این دوتا بازار. در حال الان تتر 28000 تومان هستش، نسبت به دیروز باز افزایش قیمت رو مشاهده میکنیم، 250 تومان نسبت به دیروز الان قیمت تتر اومده بالاتر که خب گویای افزایش قیمت دلار هستش. سکه هم میبینید که از 13 میلیون و 100 الان به 13 میلیون و تقریبا 400 رسیده، در یک دو روز گذشته 13 میلیون و 100 رو هم دیده بود. البته خب طلای جهانی و اونس جهانی هم الان حدود 1% میبینید که اونس جهانی افزایش قیمت رو تجربه کرده. دوستان ممنون از توجه شما و باز هم تشکر از دوستان عزیزی که برای ما کامنت میگذارند و در حال امیدی هستم برای اینکه ما برنامه ها را ادامه بدیم. که خب آقای احمدزاده برای ما نوشتن از اینکه در روزهای بد بورس در کنار ما بودی و هستی تشکر میکنم. منم ممنون که شما هم در هر شرایطی با ما هستید و برای ما کامنت میگذارید. و دوست دیگری گفتن که اون فایل ها بقیه از اینستاگرام در یوتیوب هم بگذارین، شاید بعضیا مثل من اینستا نداشته باشن، که خب حالا چشم چون درخواستتون هست میگذاریم، چون ما سعی کردیم که یه سری از فایل ها رو فقط در اینستا قرار بدیم. حالا برخیش رو به صورت گلچین اینجا هم برای شما عزیزان خواهیم گذاشت، ولی در حال دوستان که میخوان همه اون فایل ها رو ببینن باید به پیج اینستاگرام من مراجعه بکنن، چون همه رو نمیتونیم اینجا بگذاریم ولی برخی رو براتون میگذاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.